های سرغانی شروع کنیم. سلام عرض می کنم خدمت شما همکارای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من شبانی هستم، آموزگار پایه دوم. دیروز ما تدریس هایی که کردیم متاسفانه به خاطر اختلالی که توی سیستم بود زیاد واضح نبود، به همین خاطر من امروز دوباره میخوام همون مطالب رو تکرار کنم و چیزهایی رو بهش اضافه کنم. اول اینکه شما زمانی که دانش آموز وارد کلاس دوم میشه باید ببینید چی از کلاس اول با خودش آورده، چه اطلاعاتی رو تو زمینه درس ریاضی داره. اینکه مهمترین چیزی که یک دانش آموز کلاس اول زمانی که ورود پیدا میکنه به پایه دوم باید داشته باشه این هست که بتونه عددها رو تو کلاس اول از 0 تا 99 هم بتونه به عدد بنویسه، هم بتونه از 0 تا 99 به ترتیب شمارش بکنه و همچنین از 99 تا 0 بتونه بالعکس هم بشماره. و این زمانی خودشو نشون میده که شما به جمع و تفرید فرایندی میرسید. تو جمع و تفرید و فرایندی این خیلی به دردشون میخوره که دانش آموز بتونه 99 تا 0 رو بالعکس بشموره. یعنی میتونید مثلا 10 دقیقه آخر هر زنگ رو به خصوص هفته اول مهر که مدارس شروع میشه بچه ها وارد کلاس دوم میشن، شما میتونید جدول اعداد 0 تا 99 رو جلوی کلاستون نصب کنید، از یک دانش آموز 10 دقیقه آخر هر زنگ رو بخواید بیاد با تخته دستش حالا یک نشانگر یا چوبی چیزی بدید، دانش آموز خط ببره، بچه ها شروع کنن به خواندن این عدد ها. زنگ بعد هم همین، برای اینکه برای بچه ها تکراری نشه، خسته نشن از اینکه با صدای بلند بخونن اینا، شما بیاید ایجاد انگیزه کنید. چطوری؟ مثلا یک بار بیاید از اول تا آخر بچه ها بخونن، زنگ بعدی بیان از آخر عددا رو از 99 98 97 96 بالعکس بخونن. یک زنگ به بچه ها بگید بچه ها میخوام با صدای بلند بخونید، صداتون بره آمریکا گوشش کر بشه. بعد بچه ها بانچنان داد میزنن، با لذت میخونن که حد نداره. و زنگ آخر که بچه ها دیگه بیجون میشن و خسته میشن، شما میتونید بگید بچه ها میخواییم برای اینکه همسایه بغل اذیت نشن، میخواییم با صدای خیلی آروم و مورچه‌ای شروع کنیم به خواندن. بچه ها خیلی آروم میخونن، هی همدیگر رو نگاه میکنن، هی میخندن و هم باعث یادگیری بچه ها و یادآوری اعداد در کلاس اول میشه. یک مشکلی که بچه ها زیاد باش روبرو میشید شما اوایل مدرسه، دانش آموز بالعکس نویسی و بالعکس خوانی رو داره. مثلا بهش میگه بنویس 19، دانش آموز مینویسه 91. میگه بنویس مثلا 39، مینویسه 93. به بچه چی باید بگیم تا این براش دوباره باز یادآوری بشه؟ به دانش آموز میگیم که مگه شما یک کلاس اول زمانی که بودید یادتون نیست اون موقع ما میگفتیم عددها رو ما میاییم از کدوم سمت مینویسیم؟ بچه ها از سمت چپ عددها رو شروع به نوشتن میکنیم. فارسی رو از کدوم سمت مینوشتیم؟ از سمت راست شروع میکردیم به نوشتن. و اینکه به دانش آموز میگه مثلا من میخوام بنویسم 93، چون میخوام عدد بنویسم 93، چون اولش 90 شنیدم و از سمت چپ ریاضی نوشته میشه اول باید 9 رو بنویسم 93، اما وقتی میگم 39 باید از 3 شروع کنم 39. یا موقع خواندن عدد هم نه، مثلا من عدد رو میگم دانش آموز بهش میگم اینو بخون دخترم، دانش آموز باید از سمت چپ شروع کنه به خوانش عدد، میگه چی؟ 53، نمیتونه بگه 35. و اینها رو دانش آموز تو هفته اول اگه باش کار کنید قشنگ تمام یادش میاد و مشکلی جلوتر نخواهید داشت. بچه ها در کلاس دوم میان از 100 تا 999 رو به عدد و حروف یاد میگیرن که در فصل چهارم سوم یا چهارم کتاب ریاضی دوم هست. من خدمتتون روش آموزش 100 تا 999 رو توضیح خواهم داد.
اینکه شما به عنوان معلم کلاس دوم باید یه مطلبی رو بدونین، البته نیاز نیست دانش آموزی مطلب رو بدونه، فقط خود معلم باید در جریان باشه، چون بچه‌ها تو کلاس چهارم یعنی یاد میگیرن. اینکه رقم با عدد با همدیگه فرق میکنن، در صورتی ما از بچگی فکر میکردیم عدد همون رقم، رقم همون عدده، ولی چه چیزی نیست. ببینید رقم رو تو ریاضی از 0 تا 9 رو میگن رقم، 0 1 2 الی 9 تا 9 یعنی 10 تا عدد میشه، اینا میشن چی؟ رقم. حالا عدد چیه؟ عدد از 10 به بعد شروع میشه تا آخرین عددی که تو جهان هست، یعنی از ترکیب و کنار هم گذاشتن این رقم ها ما میایم عدد رو میسازیم. مثل غذا درست کردن، شما مثلا میخوای بالفرد قرمه سبزی درست بکنی، سبزی نیاز داری، پیاز نیاز داری، ترشی نیاز داری، خب اینا میشن رقم های شما و وسایل مورد نیاز. اون قرمه سبزی نهایی که در میاد میشه عدد شما. پس اینا به هم دیگه مربوط هستن و با هم فرق میکنن. توی کتاب ریاضی ما اومده توی فصل اولش ساختن عددهای دو رقمی رو به دانش آموز آموزش داده. من یه نمونه از سوالاشو براتون می‌نویسم. شما می‌خواید این سفر رو درس بدیم به دانش آموز، باید روز قبل به بچه‌ها بگیم دخترای بلند فردا همتون کارت عدد می‌سازید. کارت عدد از 0 تا 9 رو درست می‌کنید میارید مدرسه. دانش آموز با مقوا نداشت، با کارتون کفش، هر کارتونی که خونش بود، نهایت که هیچ کدومی رو نداشت، می‌تونه توی یک برگه از دفتر مشقش بکنه این کارت عدد رو درست بکنه و هر وسیله میخواید به دانش آموز بگید برای فردا آماده کنه برای تدریس روز بعدم. شما باید فکرشو بکنید که چی نیاز هست برای آموزش من، چه وسیله کمک آموزشی نیاز دارم که دانش آموز باید از خونش برداره بیاره. و مطمئن شید که کل کلاس وسایل رو آوردن. زنگ اول که تکلیف بچه‌ها رو بررسی میکنید بپرسید بچه‌ها کارت‌های عددتون همه آوردین؟ کی نیاورده؟ اگه کسی نیاورد تو زنگ تفریح به کمک خودش بشینید براش درست کنید، ولی خودش هم باید همکاری داشته باشه. خب سوال داده تو کتاب ریاضی ما که با رقم‌های مثلا 3 و 2 هر چه می‌توانی عدد دو رقمی بساز. اینجا چیکار می‌کنید؟ به بچه‌ها میگید بچه‌ها عدد دو رقم یعنی چی؟ یعنی دو تا رقم داشته باشه. چه رقمایی؟ 2 و 3. به بچه‌ها میگید که هر میز، بچه‌ها اون 3 نفره میشینن روی میز دیگه، خب بهشون میگید از هر میز یک نفر کارت 2 و 3 رو بذاره روی میز. خب دانش آموز اینا رو میذاره روی میز، بعد میگید بچه‌ها با همکاری هم یه دفترم در بیارید، دفتر مشق، یه نفر می‌نویسه، 2 نفر دیگه با کمک هم یه عدد درست می‌کنن. ببینید بچه‌ها چند تا عدد می‌تونید دو رقمی بسازید. دانش آموز یه دونه اینجوری می‌ذاره، خب میگه اجازه یه دونه 32 درست شد، اجازه میدید که کل کلاس انجام بدن این کارو، عجله نمی‌کنی که یه گروه گفت تمام شد بگید تمام، اجازه بدید همه هاتون بچه‌ای که ضعیف هستن و چینش گروهاتون طوری باشه. حالا یک ماه اول یه مقدار شناخت کمه، کاری کنید که تو هر میز یک زرنگ یه متوسط یه دانش آموز ضعیف باشه، جونش همه زرنگ ها یه جا جمع بشن، یه گروه غیر فعال باشه. و اگه گروهی احساس کردید که خیلی ضعیفه، شما موقع چرخش تو کارتون دائم برید سر اون میز و شما یه جوری همکاری کنید اون گروه، کمک کنید که خودشو بکشه بالا. خب دانش آموز اولین عددی که درست میکنن بچه 32 و جا به جا میکنن میگن 23. بعد میگن که خانم معلم ببخشید من اینجا اشتباه نوشتم، همکاری عزیز اینجا با کارت های من اشتباه نوشتم، معذرت، با کارت های، با کارت های 2 و 3 هر چند عدد درست کن. دانش آموز درست میکنه میگه خانم معلم دیگه نمیشه، ما هر چیزی رو جابجا کنیم یا 23 یا 32 یا خب درست همینه دیگه عدد دیگه میشه باش ساخت. به بچه ها میگم خب حالا کارتاتون رو جمع کنید بذارید زیر میز. ببینید وقتی وارد یک مبحث جدید میشین وسایلی واسه مبحث قبل از روی میز کامل جمع کنید، چون بچه ها خیلی زود حواسشون پرت میشه به خصوص مقطع ابتدایی. بعد از اینکه بچه ها کارتا رو گذاشتن روی میز، حالا بهشون میگید این سوال رو با هم حل کنید، با رقم های 2 و 3 هر چه میتوانی عدد دو رقمی بساز. حالا میگید گروه با هم شروع به مشورت کردن،
بچه‌ها می‌سازن می‌بینن باز دوباره همون 23 و 32 رو ساختن. بعد میگن ای دوست معلم این که شبیه همون شد، این دوباره چه فرقی می‌کنن؟ بعد هیچی به بچه‌ها میگید که ببینید دخترای گلم یا پسرای گلم نگاه کنید اینجا گفته رقم ولی بالا گفته کارت. شما دو تا کارت داشتی فقط میتونستی اینا رو جابجا بکنی، اما اینجا چی بچه ها؟ رقم گفته. رقم کجای؟ رقم یعنی وجود داره من میبینم؟ نه، رقم تو فکر منه، تو ذهن منه. چون تو فکر و ذهن من عدد دو سه هست، من میتونم اینو تکراری هم بنویسم. یعنی شما میتونی دو تا دو هم فکر کنی، به دو تا سه هم فکر بکنی. پس فرق کارت و عدد اینه، توی کارت ما تکرار هیچ رقمی رو نداریم، اما توی رقم چی؟ وقتی بگه با رقم تکرارم داریم. این تفاوت این دوتا. حالا میخوایی به دانش آموز بگیم با سه تا کارت بیا عددهای سه رقمی درست بکن. البته دانش آموزان تو درس گفتم تو این فصل یاد نمیگیرن عدد سه رقمی رو، من چون الان مربوط به کارت هست گفتم یه دفعه یک جا خدمت شما بگم. ببینید به دانش آموز میگیم با کارت های مثلا 3 و 4 و 5 هر چه میتوانی عدد سه رقمی بساز. به بچه ها میگیم خب دختره من یکی از هر گروه این سه تا کارتشو حاضر کنه. کارت چی؟ 3، 4 و 5. شما میگه چیکار میکنید؟ بعضی که بچه ها رو گفتید عددشون درست کردن، میبینید که مثلا یک گروه میگه اجازه ما دو تا عدد ساختیم، یکی میگه اجازه ما 3 تا عدد ساختیم، یکی میگه ما 5 تا ساختیم، یک گروه میگه ما 6 تا. میگه آفرین، همه تون باید بتونید 6 عدد بچه ها درست کنید. تلاش رو بکنید گروه ها بودین انجام بدید ببینید میتونید شما مثل دوستتون این گروه 6 تا درست بکنید. بعد از اینکه دیدید بچه ها بعضی از گروه خسته میشن میگه چیزی نمیشه دیگه، وقتی این جمله رو شنیدی یعنی باید وارد کار بشید. به عنوان معلم باید شما به عنوان معلم وارد بشید و توضیح بدید به بچه. میگید خب بچه میخواییم با هم دیگه پلیس بازی بکنیم. من این سه تا عدد رو شما میگیرید با حالا چسب یا میتونید پشتش آهن رو هم وصل کنید، سه عدد رو نصب میکنید به تخته کلاس. خب بچه ها کی بازی دوست داره؟ بچه ها جیر میزنن خوشحال میشن، بچه ها عاشق قصه و بازی هم. خب بهشون میگید که میخواییم بازی کنیم پلیس بازی، یکان، دهگان، صدگان. توی بازی ما یه دونه همیشه فرمانده داریم که رئیس ما هست. خب که این فرمانده هم باید بهش احترام بزنن. تو جدول ارزش مکانی به بچه ها میگیم 100 تایی یعنی این. به اینا همکاره عزیز به اینا میگم مکرف های کویزلر تو تمام مدارس وجود دارن، شما میتونید از آزمایشگاه بگیرید اینا رو. خب به بچه ها میگید یه دسته 100 تاییه، این یه دسته 10 تاییه، این هم یه دونه چیه؟ یکیه. ببینید به بچه ها میگیم که 100 تایی یعنی چی؟ چند تا 10 تایی میشه؟ ببینید من میخوام 100 تایی رو بیام با 10 تایی پر کنم. ببینید چند تا 10 تایی اگر رو هم بذارم میشه یه دسته 100 تایی؟ دانش آموز اینا همه رو کنار چشم دانش آموز رو میچینیم هم کارا که دانش آموز بعد از اینکه من اینو روش بچینم کامل میبینه که 10 تا از این 10 تایی ها میشه یه دسته 100 تایی. بعد به بچه میگیم که حالا یکی من میشه چند تا 10 تایی؟ من شما اگر جلو دقت کنید هر کدوم نگاه کنید تقسیم شده به 10 قسمت مساوی. دانش آموز یکی رو میچینه اینجا روش یکی میذاره، نگاه کنید میذاریم رو هم دیگه همینطوری بذاره، میبینه 10 تا یکی میشه یه دسته 10 تایی. بعد اونجا به بچه میگیم ببینید بچه ها این 100 تایی بزرگتره، ارزشش بیشتره، چون خیلی بزرگتره بهش میگه مامان بزرگ بابا بزرگ. این چون از این کوچولوتره کمتره بهش میگیم چی؟ مامان و بابا. و اینی که خیلی ریز و کوچوله بهش میگیم بچه.
خب اینا به درد جامعه تفرید و فرایندی میخوره، این چیزایی که میگم مام بزرگ و بزرگ اینا اونجا به درد میخوره. خب به بچه ها میگیم فرمانده چون رئیس هست و ارزشش نسبت به اینها مقامش بالاتره باید بره تو سطح. چهار رو گذاشتم فرمانده، پنج و سه رو میذارم چی؟ سرباز. بچه ها چه عددی درست شد؟ بیاییم با هم بخونیم. بچه ها موقع خواندن عدد سه رقمی من تو فصلش که برسم به عدد سه رقمی خواندنش رو یاد میدم. حالا همینطوری بهتون میگم. ببینید میگیم چهار تا صدتایی میشه چهارصد. بچه ها چهار رو نگه دارید. این چه عددیه؟ کلاس اول یاد گرفت دخترم چیه؟ 453. پس اولین عددی که درست میشه 453. بچه ها سربازا جاشون رو عوض کنه، سری سری جای سربازا رو عوض کنیم. سه بیاد اینجا، پنج بیاد اینجا. چه عددی درست شد؟ چهار تا صدتایی میشه 400. نگه دار. چه عددیه؟ 35. 435. بچه ها دو بار چهار فرمانده شد، بسش دیگه. نوبت کی فرمانده بشه؟ نوبت سه بیاد فرمانده بشه و رئیس بشه بیاد اینجا. عدد رو بخون دخترم. سه تا صدتا میشه، نمیتونیم بگیم 300 که برای اینکه روان تر بشه دانشمندا کشف کردن گفتن میگیم 300. 300 و نگه دار. چه عددیه؟ 45. عدد بعدی 345. حالا جای سرباز رو پنج سری عوض کنیم، بخون چه عددی شد؟ 354. 354. خب اینم دو بار فرمانده شد آقای سه. نوبت چهار، فقط چهارم شده سه. پنج، پنج فرمانده بشه، پنج هنوز فرمانده نشده. خب پنج، پنج تا صد تا میشه چی؟ نمیتونیم میگیم پنج صد، میگیم پانصد و سی و چهار. پانصد و سی و چهار. خب حالا دوباره جای سربازا رو عوض میکنم، میشه چند؟ پانصد و چهل و سه. خب به بچه ها میگید ببینید دو بار چهار فرمانده شد، دو بار سه فرمانده شد، دو بار پنج فرمانده شد، این تمام شد. نصف من شیش تا عدد متفاوت با سه تا کارت بسازم و تکراری هم توش ندارم، چون گفته چی بچه ها؟ کارت گفته. این از ساختن اعداد سه رقمی به کمک کارت. میخواییم با هم دیگه در مورد جمع های نظامدار صحبت کنیم. جمع نظامدار توی کلاس اول هم هست. بدون شما از چی میگیم؟ بچه ها نظم یعنی چی؟ یعنی مرتب بودن. خب؟ عدد هم تو جمع های نظامدار خیلی مرتب و تمیز شیک پشت سر هم میاد به صورت مرتب. صفر، یک، دو، سه، چهار به ترتیب دو برعکس. چهار، سه، دو، یک، صفر. ببین مثلا من میگم جمع های نظامدار عدد مثلا بالفرض چهار را بنویس. روز قبل به بچه ها چی میگم میخوام درس رو بدم؟ آسروانی ببخشید من این هنسفری رو میذارم دم گوشم صدای خودم پخش میشه، من پایین گذاشتم کاری چیزی لطفا چت کنید پایین. خب به بچه ها میگم جمع های نظامدار عدد چهار رو بنویس. روز قبل به بچه ها میگم بچه ها باید برای من یه چنین ظرفی رو بیارید. ببینید این ظرف ها به صورت پلاستیکیش توی ظرف فروشی های یه بار مصرف داره که به سه قسمت یا دو قسمت تقسیم شده، فرق نمی کنه. از این ظرف ها برای من تعیین می کنید، میارید 10 تا یا مهره، حالا میتونید مروارید بیارید، میتونید مثلا 10 تا نخود، 10 تا سنگ، 10 تا لوبیا، فرق نمی کنه، 10 تا وسیله کوچولو باید بیارید. خب دانش آموز این 10 تا رو آورده میگه میذاری این قسمت. خب من میخوام جمع های نظامدار عدد چهار رو بنویسم، چون گفتم عدد چهار باید چهار تا مهرم رو انتقال بدم اینجا، چهار تا از اینجا برمیدارم بیارم اینجا، دو تا، سه تا، چهار تا دیگه اینا لازم ندارم، فقط با این دو تا خونه بزرگ کار دارم. خب چهار تا آوردم اینجا، یکی یکی اینا رو میبرم خونه همسایه. ببینید یه دونه هم میذارم اینجا، چه جمعی درست شد؟ سه به اضافه یک با هم میشه بچه چند تا؟ یک، دو، سه، چهار تا.
این اولین جمع نظامدار ما می نویسیم. 3 به اضافه 1 می شود 4. حالا بچه ها یک مهره دیگه میارم اینجا. چی شد؟ 2 به اضافه 2 باز با هم میشن 4 می نویسیم. 2 به اضافه 2 می شود 4. باز یه دونه دیگه مهره از این ور میارم اینجا. چی شد؟ 1 به اضافه 3 می شود باز 4 تا. خب آخری هم میارم بچه ها. چی شد؟ اینجا خالی شد. خالی یعنی چی تو ریاضی؟ هیچی هم تو خالی توی ریاضی عدد بچه ها چه عددی؟ 0. اینجا یعنی 0. 0 به اضافه این 4 تا باز میشه 4. این هم می‌نویسید. 0 به اضافه 4 می شود 4. به بچه ها میگه نگاه کنید دختر من ببینید. به خاطری بهش میگن نظام دار. نگاه کن 3 2 1 0 0 1 2 3. نگاه کن 1 2 3 4. به خاطری بهش میگن نظام دار چون یه نظم خاصی داره. حالا شما حتما لازم نیست از این ظرفا بگیرید. میتونید از وسایل دیگه هم استفاده کنید. بهتون میگم. میتونید مثلا به بچه‌ها بگید که من تو کلاس خودم مدرسه شاهد من یک چی بس کردم روی تخته کلاس خودم. باشه یه دونه تناب بست کردم. شما میتونید از تنابایی که دور پاکت شیرینی که کلوفتره استفاده کنید. بعد اومدم گیره های لباس. گیره لباس ما رو کمد لباس داری. بچه ها زمستون لباس هاشون میذارن. گیره زیاد داریم. میام چیکار میکنم؟ به بچه ها میگم جمع نظام داره عدد بالفرض مثلا 3 که کوچولوتره راحت تر زودتر میشه گفتشه. من عدد کمتر از اون میگم. ببینید بهشون میگم مثلا جمع نظام داره عدد 3 رو بیا روی این گیره ها بند نشون بده. دانش آموز میگه چون ستایه ست گیره میذاره این بر. یه گیره لباس، دوتا، اینم ستا. خب، به دانش آموز میگیم یکی یکی اینا رو میکشه این طرف، جمعش رو مینویسی. خیلی راحت از روی این سر میخوره میره. اولین گیره رو دانش آموز میکشه با دستش، میاره این طرف تناب میذاره. خب، میگی چی؟ 2 به اضافه یه دونه این بر با هم میشه 1، 2، 3. حالا یه گیره دیگه باز ببرم اون طرف. اینم میاره اینجا. میشه 1 به اضافه 2 گیرم اونور دارم. میشه چند تا؟ 3 تا گیره. آخرین گیره رو میکشیم میبریم اونور. انقدر میبره که اینجا صفر بشه. اینجا چی نیست. چی ببینیم بچه ها؟ 0 به اضافه این 3 تا میشه خود چی؟ 3 تا. این شد جمع نظام داره عدد 3. شما میتونید با خود بچه هم این کار انجام بدید. مثلا بلفرد بگی جمع نظام داره عدد 7 رو میخوام من بنویسم. 7 تا بچه بیار جلوی کلاس. هفت بچه میارید جلوی کلاس. حالا یکی یکی اینا رو چی جا به جا میکنی؟ بچه خیلی دوست دارم بیان جلوی کلاس. سعی کنید دانش آموزه که ضعیف‌تر هستن بیشتر استفاده کنید. هفت بچه رو میاری جلوی کلاس. خب میخوام جمع نظام دار بنویسیم. این مثلا زهراه میگه زهرا شما بیا اینجا دخترم. بچه جمعش رو بگید چی شد؟ چیش؟ به اضافه 1 میشود 7. بعد زهره بیاد این طرف و یک یکی جمع نظام دار عدد 7 رو دانش آموز مینویسه. حالا موقع امتحان دانش آموز نه گیره داره نه دانش آموز چی داره؟ دانش آموز داره جلوش که بخواه کارش انجام بده نه چینه داره. چطور دانش آموز بیاد حساب کتاب بکنه؟ به دانش آموزا میگید میتونید از مداد رنگی های خودتون استفاده کنید. بلفرض من گفتم مثلا جمع نظام دار عدد 5 رو بنویس. دانش آموز 5 تا مداد رنگیشو بذاره، یک یکی انتقال بده این طرف و جمعش رو بنویسه. خیلی راه ها میتونید همکاری عزیز استفاده کنید. میتونید از سنگ استفاده کنید، در دکمه لباس، هر چیزی میتونید برای آموزش خودتون ازش بهره ببرید. سعی کنید با کمترین هزینه بهترین استفاده ها رو که تدریس ریاضی داشته باشید. جمع بعدی ما جدول هایی هست که بچه ها توی حل این خیلی به مشکل برمیخورن. این تو فصل دوم ریاضی ما هست. به اضافه مثلا 4، 3 اینجا 5 و 6. بذار بلندترش هم کنیم. هی میتونه بلندتر هم بشه. اینجا بذاریم 2 همشون. ببینید به بچه ها میگم بچه ها میخوایم این خونه ها رو پر کنیم. ببینید این آقای 5 خونه میسازه. کدوم خونه رو؟ این 3 تا خونه خونه آقای 5 هستش. خب این 3 تا خونه خونه آقای 5 که صاحب خونشه.
آقای شش هم این سه تا خونه خونه آقای شش هست. اینا کیم بچه ها؟ بچه ها حدس میزنن. میگه بچه ها اینا خریدارن، کسی که میخواد بیاد خونه این دوتا آقا رو بخره. خب کدوم یک از اینو کدوم خونه رو انتخاب میکنن؟ بی با هم ببینیم بچه ها. ببینیم میخواد به بچه هاتون بگیم به دانش آموزا حل کنن، برای اینکه بچه ها دقتشون بالاتر بره ما میخوایم ردیف اول حل کنیم. بهشون میگیم ردیف پایین رو بپوشونن، حالا یا با مداد رنگیشون بپوشونن یا با دستشون یا با خطکش، اینو بپوشونن برن سراغ حل خونه بالا. میگیم که آقای پنج این خونش بود درسته، آقای چهار با آسانسور سوار میشه میاد پایین، پنج به اضافه، ببین دختر وقتی میگم به اضافه یعنی اضافه کن، پنج به اضافه چهار با همیشه چند، میتونه دانش آموز پنج رو بذاره تو دلش، چهار تا بره جلو بنویسه میشه چند؟ نه تا. حالا میتونید اینا رو با کمک محور بچه ها حل کنن و اینجا آقای پنج خونه مال خودشه، سه هم با آسانسور میاد پایین، پنج به اضافه سه به دانش آموز میگید اینو بیا با محور حل کن. صفر یک دو سه چهار پنج شش، محور رو بچه ها تو کلاس اول یاد گرفتن و خیلی هم سری محور رو خوشبختانه جزء درسایی که بچه ها زود یاد میگیرنش. به دانش آموز میگید پنج، وقتی پنج رو دیدی میری روی عدد پنج تو محور، عدد اول همش میریم روش. خب پنج میاد اینجا، سه با آسانسور میاد پایین. یعنی چی بچه؟ چون به اضافه گفته شما باید سه تا به سمت جلو بری. چرا؟ چون تو محور به سمت جلو میری زیاد میشه، ما میخوایم زیاد کنیم. اگر منها بود باید دنده عقب بیایید، باید کم کنید از مقدارش. سه تا اضافه میکنم، میگم یک دو سه میشه چند بچه ها؟ هشت. پس پنج با سه میشه هشت. بعد که یکی دو ردیف از اینو حل کردید برای بچه ها، دفعه بعد میخوای پا تخته بیاری دانش آموزا رو، مثلا میگید زهرا جون تو اینو دخترم حل کن، فاطمه تو اینو حل کن، به صورت مختلف جای متفاوت بگید ببین دانش آموز واقعا یاد گرفته چی رو با چی جمع بکنه. این خیلی تاثیر داره توی یادگیری بچه ها. خب من الان میخوام مثلا بیام همینو خودم حل بکنم، به دانش آموز میگم چی؟ آقای 6، اینو خونه آقای 6 دیگه، خونه آقای 6 میاد اینجا، خریدار آقای 2 با آسانسور میاد پایین، 6 به اضافه 2 میشه چند؟ میشه 8. این طریقه حل کردن این جدول هست. تفریق هم دقیقا مثل همینه. حالا یه مورد تفریق براتون بگم، چون که طریقه تفریق کردن دانش آموزان رو خدمتتون بگم، هم میتونید از محور استفاده کنید، هم میتونید از انگشت، همیشه از چوب فر، هم میتونید دانش آموز از شکل کشیدن، هم از مداد رنگیش میتونه برای حل اینا استفاده بکنه. مثلا تفریق اونجا 5 6 اونجا 15 16 صفحه رو پاک کنم. آقای 15 خوناش کدومه بچه ها؟ اینو؟ آقای 16 خوناش کدومه؟ اینو؟ این. 15 میاد اینجا، 5 با آسانسور میاد پایین. 15 رو بچه ها توی تفریق عدد بزرگر میذاریم توی دلیمون، بعد میریم به طرف عقب. چرا؟ چون کم شده. من میگم شمارش رو به عقب دانش آموزان باید یاد داشته باشن، همه جای ریاضی به دردشون میخوره. 15 رو میذاره تو دلش، 5 تا میره عقب. 15 دیگه نمیشموریم تو دلمون هست، برای چی بشموریمش؟ نمیشموریمش. 15 14 13 12 11 10. پس 15 منهای 5 میشه بچه‌ها چند؟ 10. حالا یه دونه اینجا اینم حل میکنم که سریعتر بریم سراغ مباحث بعدی عقب نریم. 16 رو دانش آموز میگه که میاد این خونه مال آقای 16، 6 هم با آسانسور میاد پایین، 16 رو میذاره تو دلش، 6 تا بعد به عقب 16 15 14 13 12 11 10 اینجا هم شد 10. و باقی هم دانش آموزا یکی که میان چی حل میکنن. و همکاری عزیز مثلا امروز یه مبحثی رو درس دادیم، مثلا اینو درس دادیم، فردا میریم مبحث جدید میخواین درس بدین، حتما از این مبحث یک نمونه خودتون حل کنین و یه توضیح کوچولو هم بدین، بعد دانش آموز یه دونه زرنگ بیارید با تخته، یه دانش آموز ضعیف یا متوسط هم بیارید با تخته، ببینید بچه‌ها یاد گرفتن و این باعث میشه یادآوری بیشتر بشه و دانش آموز بهتر یاد بگیره. این از این. میریم سراغ روش فرایندی.
این روش روش بسیار مهم و بسیار برای بچه ها سخت هست در مقطع ابتدایی و بچه ها همیشه برایشون سواله این چرا اصلا این روش هست. حتی خود خانواده ها، برای خانواده ها این روش روش عجیب غریبیه. اگه بچه کوچیک نداشته باشن، مقطع ابتدایی نداشته باشن، اولین بار اینو میبینن میگن این دیگه چیه، برایشون خیلی سخته. ببینید روش فرایندی، بچه ها باید جمع تفریق رو یه رقمی ببخشید رقمی نه دو رقمی و سه رقمی فرایندی رو تو پایه دوم یاد بگیرن و تو کلاس سوم میان ضرب فرایندی رو یاد میگیرن، چهارم میان تقسیم فرایندی رو یاد میگیرن. یعنی انقدر جمع و تفریق فرایندی اینجا مهم هست که اگه بچه یاد نگیره اونا رو باز مشکل پیدا میکنه. تو روش فرایندی مثلا عدد 47 منهای 34 به دانش‌آموز چی میگم؟ میگم بچه ها این اول یکان درگان صدگان بکنید، یکان درگان، حالا دو رقمی ما یکان درگان فقط داریم. به بچه میگیم که ما 10 تایی گفتیم ارزششون بیشتره یا یکی ها؟ گفتیم 10 تایی مامان و بابا هم دیگه درسته بزرگترن، پس بچه ها ما باید احترام بزرگتران رو نگه داشته باشیم. میایم تو روش فرایندی سراغ 10 تایی ها، 4 تا دارم 3 تا بردارم چند تا میمونه؟ یه دونه میمونه. 7 و 4 اینجا حل کنم بچه ها، مگه نگفتیم یکی ها بچن شیطون و بازی گوشن؟ بچه ها چیکار میکنن؟ بچه ها میان سوار آسانسور میشن، همینطوری میان پایین. نگاه کنید 7 و 4 آسانسور اومدن پایین، منو هم آسانسور میاد پایین. خب همه اومدن پایین. وای بچه چی شد؟ چی شده؟ ببینید اینجا رو یه عدد جدید درست شد، جدید 17. آفرین، 17 رو میذارم تو دلم. گفته 4 تا برقم 17 16 15 14 13 عدد 13 درست شد. ببینید شمارش رو به عقب چقدر به درد میخوره بچه یاد داشته باشه. حالا همینو میام با مکعب های کویزنر به بچه توضیح میدم که بیشتر تو ذهنش بمونه. گفته 4 تا 10 تایی بردار، من 4 تا 10 تایی برداشتم. خب 7 تام گفته یکی بردار. خب 4 تا 10 تایی برداشتم، 7 تا 1. بچه ها منهای من تو منها به بچه هم یاد میدم، بچه دلست اول تفریق رو یاد گرفتم با جمع رو. به بچه هم چی میگم؟ میگم مثلا 25 منهای 16 میشود چند؟ به بچه هم میگم بچه ها توی تفریق همیشه اینجا شما یه کیسه پر گردو دارید، کیسه که توش 25 تا گردوه، این خونه وسطی، این عدد وسط شما که بعد از تفریق شما میاد خونه آقا موش هست. ببین اینجا یه موش شکمو قلمبه هست که عاشق خوردن گردوه. موش وسط همیشه عددها رو میخوره، 16 تا از گردوها رو میخوره، باقی هرچی مون شما اونجا مینویسید. خب اینجا هم همین. به بچه ها میگیم که 47 یعنی 4 تا 10 تایی و 7 تا 1. بچه این عدد وسط میشه، خونه کی میشه؟ آقا موشه. آقا موشه کارش چیه؟ خوردن گردو است. چند تا گردو میخوره؟ 3 تا 10 تایی میخوره، پس 3 تا 10 تایی خود میذاریم کنار. 4 تا هم 1 میخوره، 4 تا از 1 ها رو هم میذاریم کنار. خورد دیگه آقا موشه چقدر بچه ها؟ 10 دسته 10 تایی دیگه، 10 11 12 13. جواب من درسته بچه ها؟ برای من دست بزنید بچه ها، کلی خوشحال میشن میگم برای من دست بزنید، کلی جیغ میزنم. خب حالا میخوام اینو به روش شکلم به دانش آموز یاد بدم. به دانش آموز میگم جدول یکان درگان بکش. خب گفته 4 تا 10 تایی بکش با 7 تا 1. 4 تا 10 تایی میکشم، 7 تا 1. حالا به بچه چی میگم؟ میگم اینجا خونه چی بود؟ تو تفریق خونه آقا موشه کارش چیه؟ خوردن. میگه 3 تا 10 تایی بخور، 3 تا 10 تایی رو میدید، 4 تا 1 بخور. چرا با اون بچه ها
11 12 13 درس بذارید برام. درست در اومد؟ ببینید بچه ها زمانی که با شکل و با عدد حل میکنن میبینن عددشون به هم نمیخوره. مثلا اینو در میره 23 دانش آموز این 13 و میگه خانم معلم جوابم یکی نشد. میگه پس یه اشتباه کردم. دوباره همه اینا رو میگید پاک کنه، دوباره حساب کنه. شما سریع اشتباهش بهش نگو، بهش نگو که مثلا اینجا یه دسته اضافه خط زدی، بذار خودش دوباره حل بکنه تا بهتر اونو یاد بگیره. خب حالا یه نمونه الان جمع فرایندی هم خدمتتون میگم. جمع و تفریق فرایندی شبیه هم دیگه هم زیاد ما فرایندی نمی کنم. خب یکم و ده کار. عدد 21 به اضافه مثلا 34. خب میخوام با هم حل کنیم به روش فرایندی. تو روش فرایندی گفتیم به خاطر احترام به پدر و مادر بچه ها میریم سراغ کی؟ میریم سراغ ده تایی ها. دورشون خط میکشیم. دو به اضافه 3 بچه ها چند میشه؟ 5. بچه ها اینجا فضولی میکنن، سوار آسانسور شد. آخ جون آسانسور سواری، بریم پایین بچه ها. 1 و 4 با آسانسور میان پایین، به اضافه با آسانسور میاد پایین. وای بچه ها عدد جدید، عدد درست کردم. چه عددیه بخونید؟ 51. 51 بذار تو دله، چون به اضافه هست باید اضافه کنیم. 51 4 تا اضافه کنیم. 52 53 54 55 این شد تصمیم. حالا میخوام با کویزنر نشون بدم. میگم 2 تا 10 تایی میخواد، یه دونه یکی. بچه اضافه است خونه موشه نیست که بردارم، باید بهش اضافه کنم. چی اضافه کنم؟ 3 تا 10 تایی اضافه میکنم. 3 تا 10 تایی با یه رنگ دیگه اضافه کردم. پیدان شاموز. خب 4 تا میگه یکی اضافه کن. 4 تا من از اینجا بردارم. بینه بچه درست میشه؟ 10 20 40 50 51 52 53 54 55. بچه برام دست بزنید. درست حل کردم. حل شد 55. حالا میخوایم به کمک شکل اینو حل کنیم. دو تا گفته 10 تایی بکش. من میکشم. یه دونه یکی بکش. کشیدم. بچه تو به اضافه حتما از دو تا رنگ استفاده کنیم. مداد رنگی قرمز و مداد معمولی بچه استفاده بکنم. چون گفته اضافه باید اضافه کنم. 3 تا 10 تا یه اضافه میکنم با یه رنگ دیگه. 4 تا یکی. خب. حالا میایم با هم دیگه جمع کنیم ببینیم چطور میشه. گفتیم به خاطر احترام بزرگترم میایم از 10 تا اولش شروع میکنیم مردن. 10 20 40 50 51 52 53 54 55 55. جوابم یکی در اومد، پس پاسخ من صحیح هستش. حالا میریم سراغ روش فرایندی در اعداد سه رقمی. من یه عدد سه رقمی دانش آموز میدم، مثلا عدد 244. من در آن سرکان بزنم این بچه ها یکان در آن سرکان. میگیم 244 به اضافه 121. باید برمیسم که اینجا بشه. روش فرایندی یعنی فرایند یعنی چیزی که بلندی از اول تا آخر. به خاطر اینجا زیاد به درش بذاریم. خب میگیم بچه ها اینجا باید اول به کی احترام بذاریم؟ گفتیم مامان و بزرگ و چی؟ بابا بزرگ. بعد مامان و بابا، آخر بچه ها. میرم سراغ مامان بزرگ. بابا بزرگ پیرن، خسته میشن، باید سریعتر حسابشون کنیم. خب پاشون درد میگیره، نمیتونن سرپا بایستن. میرم سراغ مامان بزرگ، بابا بزرگ. 2 به اضافه 1 بچه ها چند میشه؟ 3. حالا اینجا همه دیگه با آسانسور میان پایین. شما فقط میتونید اونی که دورش خط کشیده رو حساب کنید. باقی همه رو باید با آسانسور بیاری همین شکلی پایین. 4 و 2 با آسانسور میان پایین. مامان و بابا، بچه ها هم 4 و 1 با آسانسور میان پایین. به اضافه هم با آسانسور میان پایین. خب حالا نوبت کیه؟ اگه گفتید
به بغض و بغض و احترام گذاشتیم. نوبت کیه؟ مامان و بابا. 4 تا با 2 تا میشه چند تا بچه ها؟ 6 تا. حالا باقی هرچی هست همه رو با آسانسور میاریم پایین، 3 رو با آسانسور میارم پایین، 4 و 1 هم با آسانسور میاد پایین، به اضافه میاد پایین. خب بچه ها نگاه کنید اینجا عدد، یا میتونید یکی ها رو یه دفعه جمع کنید، بگید 4 و 1 میشه 5، 3 و 6 رو هم با آسانسور میارم پایین، یا میتونید بگید 364 با 1 میشه 365 تا. حالا این میخوام با مکعبای کویزنه خدمتتون نشون بدم. بگیم که 2 تا سطحی دارم، 2 تا سطحی برمیدارم، 4 تا 10 تایی برداشتم، 4 تام 1. حالا گفتی چی؟ به اضافه. یعنی من باید چیکار کنم؟ اضافه کنم. یه دونه سطحی اضافه میکنم، 2 تا 10 تایی اضافه میکنم، یه دونه 1. بچه ببینیم چی شد؟ 3 تا سطحی شد. خب 6 تا 10 تایی بشه، 1 2 3 4 5 6. 6 تا 10 تایی شد. 5 تا 1 بشه شد دیگه، 1 2 3 4 5 تا. زمان که دانش آموز کویزنراش با اینش 1 در بیاد، یعنی دانش آموز هیچ اشتباهی در حل سوالش نکرده. حالا میریم سراغ رسم شکل. یکان درگان صدام دانش آموز میکشه میگه 2 تا 100 تایی داریم. ببینید 100 تایی باید این شکلی بکشه بچه. خب 4 تا 10 تایی داریم، 4 تا 1. خب بچه اینجا به اضافه است، باید اضافه کنم با چی؟ با یه رنگ دیگه. میگیم یه دونه بسته 100 تایی اضافه میکنم، 2 تا 10 تایی اضافه میکنم و یه دونه 1. خب حالا بیاییم با هم دیگه حساب کنیم. تموم شد بچه ها. میگیم 3 تا 100 تایی دارم، 6 تا 10 تایی دارم، 5 تام 1. هر دو تا دارم از 365. پس پاسخ من چیه بچه ها؟ صحیح هست، چون هر دو 1 در اومدن. حالا میخواییم بریم سراغ تفریق فرایندی در اعداد 3 رقمی. -246. گفتیم بچه ها به خاطر احترام به بزرگتر ها بیرید سراغ مام بزرگ با بزرگ. 3 -2 میشه 1. باقی همه رو با آسانسور میاریم پایین، 4 و 3 میاد پایین، 7 و 6 هم با آسانسور میاد پایین، منها رو هم میاریم پایین. نوبت کیه؟ با بزرگ با بزرگ تموم شد. نوبت کیه؟ مامان و بابا. 4 -3 1. باقی همه رو با آسانسور میاریم پایین، 7 و 6 میاد پایین، 1 هم میاد پایین. منها رو هم میاریم پایین. بچه ها نوبت کی آخر از همه؟ نوبت بچه هاست. 7 - 6 1. این 1 هم با آسانسور میاد، این هم میاد. کلن شد 111 تا. حالا با کویزنر نشون میدیم 3 تا 100 تایی، 4 تا 10 تایی. همکاره ببخشید من عددها رو اینقدر کوچیک میگیرم، چون کویزنر 100 تایی فقط همین 3 تا داشتم، مجبور شدم عددها رو کوچیک بگیرم، از مدرسه نیاوردم اونشون. 4 تا 10 تایی. خب 7 تام 1 میگیرم، 5 تا اینجا دارم، 2 تا دیگه اینجا میگیرم، شد 7 تا. خب حالا گفته منها. بچه منها اینجا خونه کی میشه؟ این وسط خونه آقا موشه. میخوره چی میخوره؟ 2 تا 100 تایی ها رو میخوره، میدیم با آقا موشه. 3 تا 10 تایی میخوره، 3 تا 10 تایی ها رو میدم. 6 تام 1 میخوره. چی موند بچه ها؟ 1 100 تایی موند، 1 10 تایی موند، 1 دونه 1 موند، شد 111. پس پاسخ من چی بچه ها؟ درست. زمانی که بچه ها صحبت میکنید سعی کنید دامنه لغات بچه ها رو بالا ببرید. ببینید من مثلا از جواب کمتر استفاده کنم. ببینید پاسخ من درسته. به بچه های کلاس هم همینطوری میگم،
چرا؟ چون بعدا مثلا ما توی فارسی کلمات متضاد و هم معنی رو میگیم، دانش آموز نمیدونه جواب هم معنیش چیه، ولی زمانی که من تو صحبت های خودم استفاده کنم بچه یاد میگیره. یا مثلا کلمه تفاوت رو نمیگم مثلا فرق این با فرق اون چیه، میگم بچه تفاوت این دوتا چیه، با کلمه تفاوت آشنا باشن. چرا؟ چون ما جلوتر توی اشکال هندسی تفاوت شکلهای هندسی رو بچه ها با شباهتش تشخیص نمیدن. چرا؟ چون مفهوم تفاوت و شباهت رو بچه نمیدونه. پس سعی کنید شما به عنوان یک معلم هر دفعه سعی کنید یک دو جملت رو بیان کنید. مثلا یه بار بگین چه کار زیبایی، چه کار قشنگی، چه کار شکیلی. هر دفعه کلمه جدید بگید که دانش آموز دامنه لغاتش گسترش پیدا کنه، و از اون طرف کار خودتون توی متضاد و مترادف ها خیلی راحت میشه. خب حالا میخوام شکل این رو رسم بکنم. یکان، دهگان، صدگان. به بچه میگم سه تا سطحی، گفتم به خاطر احترام به بزرگتر تو فرایندی از سمت چپ شروع میکنیم. سه تا سطحی بکش دخترم. یه سطحی، دو سطحی، سه سطحی، چهار تا ده تایی بکش. من زمانی که میخوام اینا رو بکشم به بچه ها توضیح بدم، به بچه ها میدونید چی میگم؟ زمانی که من میکشم میگم بچه شمارش شما کنین، من خسته شدم، شما شمارش شما کنین. چرا؟ بچه ها که خواب آلوده هستن بیدار بشن موقع جیغ زدن شمارش. خب میگم هفت تا میگی بچه ها بشمارید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. خب بسه، میریم سراغ عدد بعد. گفته دو تا ده تایی. ببینید بچه ها منحاسا، خونه خاموشه، باید بخوره. دو تا ده تایی برمیداریم، سه تا یکی برمیداریم، شش تا از اینا برمیداریم. خب بچه ها چی مون؟ یک، 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 شد 111. آفرین به شما همکارا. اگه خسته شدیم بگیم من تمام کنم، اگه خسته نشدیم که من تقریب رو هم بگم. تقریب چون خیلی مهمه و بچه ها امسال با تقریب اعداد دو رقمی و سه رقمی رو میان کلاس دوم یاد میگیرن، پایه‌ای بالاتر برن دیگه تقریب اعداد چهار رقمی رو هم یاد میگیرن. تقریب خیلی مهمه همکارا، اگه خسته شدیم من تمام کنم. اگه میتونم نظر بدید لطفا، اونایی خوابیده هم اصلا بیدار بشن وسط. من در خدمتم.